مرد در کوچه مرد، اما به انصافی مردم را بینید که به این مرد نگاه نکردند و حتی جسدش را نیز از کوچه نگرفتند. سلام علیکم تماشاگران عزیز و حاضران شبکه کاروان عمر. زمان یک پادشاه بود، خواست که از حال مردم با خبر شود و حال مردم را خودش خبر گیرد. خواست لباس درویشانه ببر کرد و به کوچه برآمد. وقتی به کوچه برآمد، هوای خیلی سرد و باران بود. وقتی در راه می رفت، ناگهان یک جسد را دید که در زمین خواب است. مردم این طرف آن طرف می گذاشتند، اما جسد را نمی گرفتند و یا به جسد نگاه نمی کردند. پادشاه حیران شد، گفت این چگونه مرد باشد؟ برای چی و این هیچ کس نگاه نمی کند؟ چی گناه کرده باشد؟ و خودش نزد همان جسد رفت، دید که جسد مرد هست و به هوش و به جان خواب است. داد و فریاد زد، گفت ای مردم، چرا شما اینقدر به انصاف شده اید؟ چرا این جسد در اینجا مرده خواب است؟ کسی از شما به این نظر نمی کنید یا اینکه جسد را از تگ باران و دیگر جا نمی گذرانید؟ یکی از آنها آمد، گفت ای درویش، این مردی بود که مردی عرق نوش، مردی زیناکار، مردی بود که هر شب با پولی کار کرده اش عرق می آورد، زنها را به خانه اش می در آورد و صبح آنها را از خانه پیش می کرد. این همان مرد است. ما چگونه می توانیم به این گونه مرد، به این گونه شخص کمک کنیم و حتی که جسدش در اینجا خواب است؟ بگذار چنین شود، جزایش همین است. پادشاه گفت این را خدا می داند که چگونه طایفه باشد. این را من و تو حل کرده نمی توانیم. و پرسید که خانه این در کجاست؟ گفت در آنجا. یعنی که آدرس را گرفت و رفت. وقتی به خانه همین مرد رفت، در را تخت تخت کرد، زنش برآمد، گفت سلام علیکم، شوهر شما در کجاست؟ زن گفت شوهر من در کار هست. تینجی بود؟ چرا پرسیدید؟ این پادشاه که لباسی درویشانه داشت، هیچ کس را نمیشناخت. گفت نخواستم فقط با شوهر شما صحبت کنم. گفت شوهر شما چی کار میکند؟ گفت این زن گفت که کشف دوز است، فقط کشف می دوزد و خلاص. من شنیدم شوهر شما زنها را می آورده است و با دستانش عرق می آورده است و زنا می کرده است و حتی که سرش را در سجده نمی زده است، مسجد نمی رفته است. آیا این راست هست؟ زن گفت نه، خطا هست. کسی گفته باشد خطا کرده است. شوهرم را تعریف نمی کنم، ولی شوهرم هر بیگاه زنها را می دید که در کوچه ها هستند، آنها را به خانه می آورد، نه به مقصد آنه که با آنها زنا کند. آنها را به خانه می آورد، من به آنها تا صبح درس می دادم، آنها را راه راست را نشان می دادم و صبح او را از خانه بیرون می کردیم. آنها شاد می رفتند. او عرق هایی که آنها می آورد، شوهرم یعنی عرق می آورد، مردم می دیدند. باره به مسجد رفت، اون را از مسجد پیش کردند. شوهرم 5 وقت نمازش را ترک نمی کند و حتی که نماز شب هم می خواند. بجای آن عرق فقط آب می آورد، نه اینکه عرق. بله، به مسجد نمی رفت، فقط به مسجد همین دهه نمی رفت، اما دور از مسجد همین دهه همون می رفت و در آنجا نمازش را می خواند. شوهرم چنین عادت داشت. پادشاه که این سخنان را شنید گریه کرد، گفت پس چی گناه کرده باشد که جسد شوهر شما در کوچه خواب است؟ پادشاه به کوچه برآمد و باز فریاد زد، گوش کنید ای مردم، من پادشاه شما هستم. و لباسهایش را از تن بدر کرد، همه او را شناختند. گفت همه را جمع کنید، علماهای همین دولت را جمع کنید تا اینکه این مرد را جنازه کنند. پادشاه نیز در جنازه همین مرد اشتراک کرد، خودش جنازه اش را خواند.
و او را دفن کرد و او را به قبر گذاشت و در حقش دعا کردن، آیت های قرآن خواندن. بینید که دوستانی عزیز، انسان را شناختن به نهایت دشوار است و ما حق نداریم که بیهوده و بهوده در برای دیگر کس گمان بریم، سخنهای ناجوییم. این یک عبرت هست، این یک قصه هست که باید ما کسی را که میبینیم مثلا با کاری بد رفتار دارد، اما شما هیچگاه گمان نکنید، زیرا منزلت او شخصی باشد که در نزد خدا از ما و شما با قدر و قیمت تر باشد، مهربان تر باشد. این را فقط یزدان پاک خدای ما و شما می داند.